تونستم حضور پیدا کنم به این جلسه مهم و از تمام دوستان و همکاران عذرخواهی میکنم و یه تشکر خیلی جانانه از همه شما، از هیئت رئیسه، از تمام دوستانی که زحمت کشیدن توی این چند ماه تا این جلسه برگزار بشه و اینکه از مجموعه نمایندگی حسن خیلی خیلی تشکر میکنم که همیار ما بودن و بسیار بسیار کمک کردن تا ما بتونیم این نمایندگی رو بچرخونیم و کارشو انجام بدیم. و اسم نمیارم چون تعداد زیاده، از قلم یه موقع میفتم و موجب سوء تفاهم میشه. به هر حال ممنونم از همه شما و از چند نفری که به نمایندگی از طرف نمایندگی حسن توی اون جلسه شرکت کردن، بسیار بسیار متشکرم و ممنونم از همه شما و آرزومندم که سال خوبی رو در پیش رو داشته باشید. من میکروفون آزاد میکنم، خیلی متشکرم. تشکر. من برای اینکه سریع انجام بشه میخواستم خواهش کنم که خانم فتح‌زاده تشریف بیارن. من کل اینا رو میدم خدمت خانم فتح‌زاده، فقط اسامی رو میخونم. خانم اوروجی، خانم فیروزی، خانم ملایی، خانم فتح‌زاده، این خدمت شما. خانم آره من گفتم بعد رو دارم. بعد عرض کنم که آقای زمان آبادی، آقای آفتابی، آقای تهرانی، آقای وحیدی، اینا هم میتونم از سریع بیارم بگیرم. دستتون درم نرسی باسته یه این مجبور هم تنبولتون یه کتاب کنیم بایستی یه دونه خب من اینو رو بگم به شما دوستان برای رادیو عرض کنم که الا ماشاءالله چاپ شده، یعنی میخوام باید فقط نیم ساعت بشیم دونه دونه اسم بخونیم و این کار رو انجام بدیم. فقط من یه دونه هست، دو نفر هست، آقای سعید حسینی همین میتونه هست. نه نه چرا؟ عرض کنم دوستان یه امور سایت عرض کنم که کار شده توسط دوستان برای قسمت رادیو، اسامیشون هست که حتما توی نشریه چاپ میشه، من فقط میخونم. خانم اسدی صفا، خانم ایمانیان، خانم عباسیان، آقای نوروزی، آقای حجتی، آقای مولازاده، بنیامین رجبیان، افشین رجبی و آقای چهرازی. من از آقای نوروزی خواهش میکنم تشریف بیارن. مرسی. این خدمت شما، بقیه رو خود شما بینه بچه ها تحصیل بکنید، حتی آقای حجتی رو همه هستن بردم. فقط من در حد یک لحظه یه موضوعی در حدود رادیو میخوام به خدمتتون عرض کنم. من واقعا ممنونم از تمامی همکارایی که ما رو توی رادیو دستمون رو گرفتم و رادیوی ما به اینجا رسیدش. از زحمات آقای پرویزی خیلی خیلی تشکر میکنم و خوشبختانه من امروز که رادیو رو نگاه کردم بازدید ما شد 11,000 بازدید و این یه افتخار برای کانون دفاع از حقوق بشر. خانم الناز اسدی صفا بیان به جای بقیه دوستان اینو بگیرم. عرض کنم که خانم نازنین طیبی، خانم رضایی و خانم اسدی صفا، آقای پسر بنده محمد علی محمودزاده رنگ آبادی سرکندی با مرداد یگانه. رادیو اینترنتی بخش ادبی. بخش ادبی. احتمالاً خانم بروجردی بروجنی سپیده.
خانم زکایی، خانم امیر احمدی، آقای غریبزاده، مسیحا رشیدی. خانم امیر احمدی هم میتونه بیاد. از اینکه ما میگیم امور ادبی، دوستان الان در طول سال مدام دارن اطلاعات میدن و برید رادیو رو واقعا گوش بکنید، خیلی عالی شده رادیو، خیلی خوب داره کار میکنه. رادیو تموم نشده چی میگم بخش پژوهشی عجیبه. یه بخش پژوهشی رادیو هم داریم که در واقع یه سری از دوستان گفتیم همه پژوهش رو گفتیم ادبی، پژوهش خبری، خبری هم گفتیم. یکی از بخشایی که امسال در واقع جزء کارهای خاص ما بود انجام شد بحث امور رسانه ماست، که از وقتی ما امور ارتباطاتمون رو درست کردیم که خانم توکلی زحمت شد کشیدن و مدیریت کردن اینا، یه بخش رسانه‌مون هم خیلی قوی شد، خیلی خوب کار کردن و واقعا قابل تقدیرن، به خصوص خود خانم روزا جامی که در ترکیه هستن و خیلی منضبط تو این کار کار انجام دادن. من اینجا باز خانم فتحزاده جزشون هست، میتونم دعوت کنم ایشون بیاد اینا رو بگیره. حتی آقای شکری نصب میستن، آقای هیدری هم هست، رهیدی هم هستن، باز من میگم هیدری، آقای رهیدی، بله اینا رو من خدمت شما بدم خانم، دیگه خود با همکاراتون تقسیم کنید. خب ما توی رادیو دو تا در واقع مدیر خیلی فعال داریم، یکی آقای سعید حسینی هستن به عنوان مسئول و یکی آقای ابوالفضل پرویزی، توی پرانتز مازیار، البته ایشون احمدش مازیار باشه. ایشون از کساییه که تمام بچه های دقت کرده باشین همه از ایشون تبریک کردن، تک تک، یعنی بسیار اکتیو، بسیار پرکار و جزو کسایی که متعهد ماست. ولی من اگه اجازه بدید یه چند تا مورد خاص داشتم، ستای اولیا رو بگم، انفرادیا رو ببینید دوستان، ما اینا کارهای تیمی بود انجام شده، حتی سایت انگلیسیمون هست، تقدیرنامه نوشته شده براش، آقای جانبین، سایت آلمانیمون هست، خود نیلوفره که تقدیرنامه‌اش هست، سایت فارسیمون هست، آقای ناصری هست، آقای ناصر نوروزی هستش که الان هم در خدمتشون بودیم. اینا جز فعالایی هستن که واقعا سایت های ما رو بروز میکنن، یعنی شما هر وقت برید سایت های ما با شاید 24 ساعت یا 48 ساعت تأخیر داره کار میشه، حتی نسبت به فارسی اون دوتا رو میگن، یعنی ترجمه میشه کار انجام. بله بله. و توی این قضیه من دلم میخواست که با یه سری از افراد اسم ببرم و میخوام اول کاری که انجام میدیم دوستان اسمشون که من بردم به احترامشون بلند شین. سه نفر از اعضای ما هستن که من واقعا نمیتونم اسمشون رو نبرم. خانم جعفری، جای خانم اشجایی هم خالی، امیدوارم یه روزی هم ایشون اینجا باشه که ما خانم جعفری،
اینم خانم اشجعی در واقع بفهمید بشید. مرسی. مرسی از تمام بازداشتان. دوستای دیگه هم داریم که دیگه تونتون اسمشون باید بخونیم. بگید چون. درکا خانم معصومه توکلی. خب ایشون در به افتخارشون خانم توکلی. آقای گلزار. آقای گلزار هم یار پاره دیگه اصلا همیشه با ما خیلی خوش آمدید خانم وفا. تشکر. سرکار خانم زینب عباسیان چالشتری. سرکار خانم دیانا بیگلریفر. جناب آقای رضا امیری. بسیار اکتیو، پرکار و با علاقه دارن کار میکنن و نمایندگی ما رو اونجا خوب سر پا نگه داشتن. جناب آقای محمد رضا چنگیزی مسئول نمایندگی ما جناب آقای افشین رجبی مسئول نمایندگی خاص جناب آقای حامد پرنوش مسئول نمایندگی متاسفانه جراحی داشتن اسکاری که نتونستن بیان. سرکار خانم سپیده کرامت بروجی عضو کوچولوی کانون سرکار خانم نیلوفر ایمانی اینا جوان های ما هستن با 21 منظورشون همه ما هستن نه شما هم هستید جوان دارم معلوم سرکار خانوم میترا درویشیان خیلی درویشیان و دوستان خوب ما هستن در تمام جلسات، سمینارها، کارهای ما شرکت میکردن متاسفانه نتونستن بیان و ولی ما نمیدونستیم فراموش رو کنیم برای ما در تیم سرکار خانم شریفی همیشه در کنار ما هستند محبت میکنن دیگه خانم شریفی عزیز ما سرکار خانم نینا عمرانی جناب آقای شهریار نقشبندی جناب آقای کریم نوری آقای کریم نوری دوست خوب ما 5-6 ساله با ما سلام علیک داره و همکاری میکنه از شهر اصفهان نه دیگه هیچ کنیست خب دیگه چی مونده؟ خب ماهنامه بشر مرسی ممنونم من یه صحبت خواهش 20 سال من هر سال آقای شفایی زحمت میکشن اینکه یه همچین برنامه رو که مرسوم نیست در جمعه ایرانی تقدیر کنن از کسانی که زحمت میکشن اورگانیز میکنن برنامه میکنن واقعا جای تقدیر داره دوم اینکه این جمع نیست که الان شما دوستان اینجا هستید این جمع موقعی که در برمن تشکیل شده بود به همت آقای شفایی میگفت که شاید این دفعه 3-4 نفر بیان تو جمع اما گفتیم خیلی خوبه میان دور هم میشینیم با هم به صحبت و الان یک همچین جمعی رو با این نیرو که این افرادی که صحبت میشه همه انرژی میذارن در حقیقت این جمع تشکیل شده از کسانی که واقعا دوست دارن وطنشون رو دوست دارن استقلال آزادی و حقوق رو و شرکت میکنن و من باور دارم به جامعه مدنی که تحول در ایران به وجود میاره و این زمین سازی 20 سال
نتیجهش این شده، امیدوارم که سالهای آینده جمعیت ما بیشتر بشه. من مجددا از ایشون خیلی خیلی تشکر دارم. خب ماهنامه بشریت. خب میدونی که ماهنامه ما یه چیزی در واقع بین 70 تا 80 صفحه در ماه چاپ میشه، کلی اطلاعات توش هست. تا سال گذشته مصیبتش مال من بود، یعنی خود من همه کارشو میکردم، پدرم هم در میاد دوستم کرده باشه، ولی از وقت خانم رضاوند اومدن دیگه مشکل من در واقع 10% رسیده. خانم رضاوند بعد همکارهای دیگه همونم که با ماهنامه کار میکنن، خانم منظری متاسفانه نتونستم بیان، تولد بچهشون بوده نتونستم بیان، خانم پروین نیا هستن که همکاری میکنن، میتونن تشریف بیارن، آقای عطری تشریف بیارن، بعد آقای رسول عباسی تشریف بیارن، آقای رسولیان من اومدم، من مامان منظری ام. خب امور اینترنتی اداری و مالی اصل کار آقای بیداروند لطفا. آقای بیداروند از یاران قار کانونه، حدود 5 سال، آره دیگه 6 سال در کنار هم هستیم و کلی هم زحمتش دادیم، همیشه با دوست. تمام کارهای اینترنتی ما، تمام بار اینترنتی ما گردن ایشون میاد، با کمک آقای زمان مسئول زمان عوض هیئت رئیسه، مسئول اداری و مالی کامل هم هستن، زمانی که مسئول امور اینترنتی ما هستن. آقای زمان آوالی گلد ایشون هم در واقع بخش امور اینترنتی ما ایشون ندیگه بس. آقای حجتی مسئول امور اداری که از وقتی ایشون کردن به کار با امور اداری ما متحول شد. تشکر میکنم ازت، ممنون، مرسی. خب یکی دیگه هستش که مسئول مالی ماستی، اسمش خب تو بلدید آره، دو ماه میگه پول بدیم دیگه. مرسی. سایت انگلیسی ما آقای علیرضا جهانبینه. من خیلی خیلی ویژه تقدیر میکنم از ایشون، چون ما قبلا یه کسی مسئول سایت انگلیسی ما بود، هر روز یه داستان داشتیم، یه روز هم از سرش کجه، یه روز سایتتون خرابه، بعدش قهر کردن، اما از آپریل ازشون خواهش کردیم شروع کنه به کار کردن، تا امروز پرفکته، یعنی اصلا سایت انگلیسی ما بسیار عالیه. آقای علیرضا جهانبین در ترکیه هستن، بعد همکاراشون خانم روزا جامین و خانم کیا و آقایان امین جعفری و مهراب زارعی که بکنم از جنوب آلمان هستن و هم مثل خب سایت آلمانی؟ سایت آلمانی خانم نیلوفر ایمانیان گل بود. واقعا سایت
آلمانی رو تعلیم رو بسیار عالی کار کردن و ما رو ممنونیم ازش. خیلی بهم کمک میکنن و دیگه من وقت و بی وقت مزاحمشون میشم و دیگه ممنونم از همه تیم بچه های آلمانی. سایت فارسی ما آقای ناصر نوروزی از دانمارک. مرسی، خسته نباشید، دست درد نکنید. به بزرگواری خودتون باید بگاه. امور رسانه را همه نام ها را یک کوتاه تندی بگم. خانم روزا جهانبین، بانو ملیکا احمدی سبزواری، شهین تاج فتح‌زاده، معصومه نژاد محجوب، برزی مهدی ایراندخت کیا، آقایان علی احمدی ملک، آزاد بهرامی، وحید تیرانی، علی رضا جهانبین، آمن جهان بزرگی، بهروز شکری نسب، رضا عباسی زمان آبادی، داوود وحیدی. اصلا اشتباه نخوندی. خب دوستان خیلی سپاس از اینکه تشریف آوردید. آقای شفای شما سخنی هم دارید در آخر؟ وقت همون تمومه. آقای شفای ببخشید، ما خیلی کوتاه وقت شما رو بگیم. این هیئت اینجا ما فهمیدیم که تولد شما تو این ماهه، بعد هفته دیگه. اتفاق خیلی جالبه، من الان فهمیدم شاید ما همدیگر تو بیمارستانیم، چون من هم اتفاقا شب 29 آذر تولدم. آقای شفای کلن یادشون نمیاد، اگه شما یادت بیاد. اینجا هم تصمیم گرفتیم یه تیکه خیلی کوتاه آهنگ بزنیم، خیلی کوتاه، وقت زیاد نمیده. من یه بار میزنم بقیه بشنم، همه هنچیم همه با هم بزنم. پوزش میخوام یه کوتاه.